ماه کامل شد، یعنی تنها کسی که منتظر شد حتی به جز یاس که ترک بده تا این ماهمون کامل بشه پیشرو بود، که پیشرو اومده با علی اوج آواتار دو، آواتاری که یکی از خفن‌ترین ترک هایی بود که اگه شما نکنه از آلبوم ریل پیشرو هم بود ریلیز شد، چقدر خفن بود. و الان آواتار دو موزیک ویدیو 5 دقیقه خورده ای هم هست، بذار من یه چک بکنم، 5 دقیقه 37 ثانیه از چنل یوتیوب پیشرو بدون هیچ وقت تلف کردن میره سمت این موزیک ویدیو. توی ماه ژانویه سورنا ترک داد، حسین ترک داد، هیچکس ترک داد، بهرام ترک داد، جفتشون توی یه روز فدایی ترک داد. تنها کسی که میگم ما منتظرش بودیم پیشرو بود، یاس هم امید داشتیم شاید بعد از 2 سال بیاد یه ترک بده که نداد، حداقل یه نفر از لیبلش یعنی سوئل ترک داد. بریم آقا بریم ببینیم که ترک آواتار دو چطوری است. بچه‌ها اگه سابسکرایب میکنید حتما سابسکرایب بکنید، یه کامنت انگلیسی هم بذارید فراموش نشه. برو بریم. اولد او جی سر کاریم هنر به اضافه کسافت کاری، هنوز یه عوضی موندی ولی صداقت داری، مجبوری به خیلی توهم و نگان اندازی، بلند میشی خواب بالا سرت سه تا فضایی، دو چشاتو میبندی توی عبادتگاهی. آی جاله وقتی میگه سه تا فضایی بس صورتش هم فضایی، نگان اندازی بلند میشی خواب بالا سرت سه تا فضایی، دو چشاتو میبندی توی عبادتگاهی. میتونم هر چقدر درد دارم بذارم پایین، ما خود ما مای معلم معمایی، رو دستای خدا نروش فلوی مریضی، درد دارم بذارم پایین، ما خود ما مای معلم معماییم، رو دستای خدا نرو شست دولتانیم، روابط با آدم شده پر از سادیس، مگه این که به موقع بهشون برسه گل از بابی کافیه تو آجی ادیتای هالیوودی داره اون چی میگه اون سفینه نرو شست دولتانیم، روابط با آدم شده پر از سادیس، مگه این که به موقع بهشون برسه گل از بابی کافیه تو کلابای تخمی بخونی، موقع ست و پوسی با هم بهت میگن کسم خاری منو تو هم آجی و این تیکه 100% داره به یکی تیکه میندازه، میگه کافیه بری تو کلابای دوزاری بخونی. مثلا خیلی از رپرها هستن که میگن ما کنسرت میذاریم، مثلا یه کلاب میگیرن مثلا 20 نفر توش جمع میشن میگن کنسرت، و میگه کافیه بری یه کلاب مثلا بگیری، یه کلاب تخمی بگیری بچی به موقع بهشون برسه گل از بابی کافیه تو کلابای تخمی بخونی، موقع ست و پوسی با هم بهت میگن کسم خاریده، و فکر نکنی خواهی من و تو قیافه رو خدایی ببینجا کسم خاریده، و فکر نکنی خدایی آجی این پیشو یه نفر رو بخوادی، این دیسایی بود ما میرفتیم بین شاپور و گادفوری، اگه یه زمانی خیلی بعید میدونم اتفاق بیفته چون نسلا خیلی فرق میکنه، ولی اگه یه زمانی گادپوری و پیشرو برن تو بیف با این چشم با این قیافه خیلی جالب میشه. میخوایه من و تو هم داری مثل پاگنده، میفتم به جونتون کتکاری، خیلی تنگ بودن و همه خوردن داری. این پاگنده اینجا عکسی چیزو یه گوریلی چیزیه، ولی پاگنده اصلی یه بازیگر ایتالیایی بود بات سپنسر، که حالا به فارسی میگم بود سپنسر، که لقبش پاگونده بود، بعد مثلا یه سری فیلم ها داشت، مثلا پاگونده در شرق، پاگونده در آفریقا، و کلا همه فیلماش بزن بهادری بود، کاراته‌ای بود. نکنی خواهی من و تو هم داری مثل پاگونده، میفتم به جونتون کتکاری، خیلی ها تنگ بودن و همه خوردن داری، اون غفیری که میتونم بچینم گل قالی، بودا رو صدا میکنم میده با... یه اینقدر فریک زدم که گل قالی هم میچینم، یعنی هم اون گل نه گل قالی هست، طرح قالی ها برکت شاید خیلی از داستان زیر سر من با اوجی ها زاویه دارم، ولی متعدم مهم اینه مشت شیرا بالاست و مترسم مشت سر... با اوجی ها زاویه دارم داستان دارم ولی بازم متعدیم، این خیلی داستان پشتش اون، یعنی اوجیا منظورش خب نسل یکیه، میگه باهاشون اگم اتحادی داشتیم ولی یه زاویه ای، یعنی خب چون تقریبا سالانی پیش بود که اون اتحاد عجیب نسل یک اتفاق افتاد که بعد اصلا پاشید، تطلو بود، حسین بود، پیشرو بود، حسین تویی بود، حتی بعد اردلان تومه اومد، بعد دیگه درسته با هم اتحاد داریم ولی زاویه‌ای هم با این اوجیا داریم، زاویه دارم ولی متعدم، مهم اینه مشت شیرا بالاست و مترسم مشت سر هم رو هم و قلم، زنده کرده زندگیمو گذاشتم در آرام سر از سر رب، طرف زنگ میزد و میخواست بکنمش نصف شب، ولی ما با هم دیگه سنم نداریم عشق من، دل جورم و دارم و میگیرم هده درد، اگه زنده بمونم رب میکنم تا سن خر، منو کنا رو زایه میکنم بین جمع، اگه یه جا ببینمشون در حال سجده هند، ول نمیکنم چه ذهن پیش رو هم دیگه می نویسم، بدون اینکه زندگیش کنم به این چهره می خورم. آجی ببینی من عاشق این پیش رو هم، یعنی پیش رو ستایل مختلف زیاد داشته تو این چند سال اخیر، ولی من عاشق این پیش روی اولد سکول هیپ هاپی هم که
توی میگم بهترین مثالش توی ریل یک بود، یعنی همه چرکش گنگ هیپ هاپی اولد سکول بود و الان میبینی یه ذره چشم داری، ذره چشم کن یه سرچشمه ای از این آلبوم ریلی که داروش کار میکنه ریل دو داره اون نشون میده. و اینم بگم بچه ها خیلی الان شایع شده که فیت هیچکس و پیش رو قراره اتفاق بیفته، وای که اگه اون فیت بیاد قشنگ رپ فارسی میترکه. داره میخورم برانگیزه ساختمش، پرونده های ناتم و پر از سیب گاز زده، فهمیدم اون که همیشه مربیم ذاتمه. چیزی که نمیگم این پر از سیب گاز زده، یعنی وقتی سیب و گاز میذاری میذاری کنار بس سیاه میشه دیگه، اصلا تمایل نداریم اون سیب و تمامش بکنی دیگه، پرونده های ناتم مثل سیب گاز زده، پرونده های ناتم و پر از سیب گاز زده، فهمیدم اون که همیشه مربیم ذاتمه. چیزی که باید بشستم کارو خانه میگه مربی اصلیم ذات خودمه، خیلی قویه. کارو خانم به گازده، فهمیدم اون که همیشه مربیم ذاتمه. چیزی که باید بشستم کارو خانوادمه. پس اگه جونت میخواد چاقال ما بشی، در انتظارت تبر خاندان ناصری. تبر خاندان ناصری آجی، بعدم اوجی من خاندان ناصری، خب فامیل رضا پیشون، رضا ناصری دیگه، بعد علی اوج و داداششون امید قدر که خیلی وقت امید قدر کار نداده، ولی کلا یه تیکه انداخته بود ام جی سر ترک هابیل به این سه تا برادرا. بعد اینجا چی میگه؟ بشستم کارو خانوادمه، پس اگه جونت میخواد چاغال ما بشی، در انتظارت تبر خاندان ناصری. هنوزم بمبم به میگن اوجی، بچه نفته رو نمیزنیم خودی، داره بازم میاد دنبال ما پولیس، ولی زودی قیبیم به ما میگن لودیم، یه رگمو شمالیه یه رگمو کردی. ماشین چی میگه؟ میگم ادیتای هالیوودی داشته این موزیک ویدیو. نیست ولی زودی قیبیم به ما میگن لودیم، یه رگ مو شمالیه یه رگ مو کردیم، روح ما کهنه از بارهاست که مردیم، مثل یه تابلوی گرون قیمت، تکی مو عقیم مثل راکیم، دست مو کوله ها باکی تاکی، کل پدکی مو عقیم مثل بارهاست که مردیم، مثل یه تابلوی گرون قیمت، تکی مو عقیم مثل راکیم، دست مو کوله ها باکی تاکی، کل قدم با ریتمای راکی داری. بچم داریم جاویدانیم، چارلی چاپین داریم و شاه میاریم. ببین من فکر کنم یکی از بهترین چکوی اولد اسکول هیپ هاپی باشه که بهش ریاکشن رفتم. ببین چند تا فلوز به همه فلوازی هم چیز فلوهای چیزه، فلوهای وسته زنی آقا. مثل یه تابلوی گرون قیمت، تکی محقیم مثل راکیم، دستمو کوله ها باکی تاکی، کلی قدم با ریتمای راکی داریم، هرچم داریم جاویدانیم، چارلی چاپین داریم و شاه میاریم، دستمال ماه بازم آس میاریم، جانی واگ تو دیوان ماس خیاری، تو پارو میگیریم کاسیاسیم، امتیاز نمیگیریم با سیاسی، توف میندازیم تاس میاریم، ولی تو چه تقفلی با سیگاری میگیریم. آجی خیلی خوبه این فلو، توف میندازیم تاس میاریم، ولی تو چت قفلی با سیگاری میری، در پشت تو باز میذاری، نمیدونی میایم تو خونت و خار میگاییم، کلاها رو عالی بود آجی. واقعا این دوتا داداش بخوام برن خونه کسی میکنن این کارو، یعنی دیدیم در تاریخ رفورتی شما یکم ورق بزنی میبینین که برادر ناصری چی کارو کردن. میندازیم تاس میاریم، ولی تو چت قفلی با سیگاری میری، در پشت تو باز میذاری، نمیدونی میایم تو خونت و خار میگاییم، کلاها رو سر چوبا توی دست، اسپری و رنگ تگا روی در میاد روی بعد، کسی نمیفهمه ما کجا میریم، نه اثری تو دوست میذاریم نه تو فامیلی، پولا همه توی کیفم ذخیره شدن، اینجام که بپزم و پنیرش کنم، میام بالا اینجا فلو خیلی مریضه، چند بار به میعلی وش فلو عوض کرد. بپزم و پنیرش کنم، میام بالا اینجا مثل کوینم، میزنم زیر جونتم مایکلم جردن کنم. اومدیم با میکروفون برای چی؟ ای من سر پارسالم داشتم صحبت میگم راجع به بهترین فیتایی که اتفاق افتاده، حتما وقتی که یه فیت میاد بیرون نباید بگیم خب مثلا اولین باره که شایا صادق اومد ما فیت دادن پس این بهترین فیته که مثلا امسال اومده، فیت خوب زمانیه که کمیستری کار بالا باشه. الان چقدر این فیت خفنه، یکی از بهترین فیتایی که به نظر من امسال اومده، چقدر باحالتر که دوتا برادران ناصری هم باشن روی مایکلم جردن کنم. اومدیم با میکروفون برای چی؟ گاییدیم خودتو با اونی که سگشی، نمیتونی مهار کنی آواتار رو دادم، جمع چاقی یا جمع تو تیوی مگزین، پس اگه کس بگی پیکیر خرشی، به با اما نخوری نیش پرشی مثل تو.
اینقدر باحال فوش میده که دوست داری بهت فوش بده. گوز بگی پیگیر خرشی به با اما نخوری نیش پرشی مثل تخ بمبالش زیر سرشی بگو اینا سم ترن از دیو دبو چی چرا احساس کنم یه جا بستن اما دارن خاک میریزم رو مین آتیش آب میریزم رو شنگار تو کابوس خواب بودم و خواب میدیدم توش فقط قلم ناجی و کارو انگار تو کابوس خواب بودم و خواب میدیدم توش The fucking inception خواب میریزم روش انگار تو کابوس خواب بودم و خواب میدیدم توش فقط قلم ناجی و کارو بار فیری کم بود باد رفیقم بود واسم این ازتون کندم چون که خودم شده بودم یکی از همتون بتر دست ولتون اولش بودم از سل از اون عقب فقط وقت خودم شده بودم یکی از همتون بتر دست ولتون اولش بودم از سل از اون عقب فقط وقت اضافه زدم تو چمنشون قدم حقیقت که بودی روی گردنشون منم دورشون گذشون آدمایی که هدفمون کردن نسوشتم با هر رخی میخوان از بغلمون رچند و فکر کرمشون طرف فقط تر تلف کردن و عمرمون و سم و منفعت اون طرف چنگ اصله ملخ وسط مزرعه سرچی بیان به دغدغه کردن بابا ببین چه قافیه هایی میاد میگه ملخ وسط فقط قافیه هاشو چند سیلابی میاد اینجا شاه رف فارسی لقبی کمی نیست بغلمون رچند و فکرمشون طرف فقط تر تلف کردن و عمرمون و سم و منفعت اون طرف چنگ اصله ملخ وسط مزرعه سرچی بیان به دغدغه کردن ببینی ولی تو کله ها زربرخ تو گله گله تفرقه همشون پیغمبرم اومدی با میکروف چند تا حاجی قافیه چند سیلابی مگه میشه ملخ وسط مزرعه نم چی دغدغه گاییدیم خودتو با اونی که سگیشی نمیتونی مهار کنی آواتارو دادا جمع چاقی یا جمع تو تیوی مگزین بس اگه کس بگی پیکیر خرشی سبینه چی به با اما نخوری نیش پرشی مثل تخ بمبالش زیر سرشی بگو اینا سمترن هستی و دبو چی میشه لسا تو کارشم میگم بزنیم زیرش بیا با میگه چی اینجا؟ اینا سمتر از دیو دبو چیز دیو دبو چیز هم سنوپ داگ هم میگه اینا سمتر از سنوپ داگ بمبالش زیر سرشی بگو اینا سمتر از دیو دبو چیز میشه لسا تو کارشم میگم بزنیم زیرش بیا با هم بتره کنیم رو بترین بیتت لحظاتمون با آدنانی سپری میشه نیتروژنو میزنیم میپریم یه کمی دیگه چاقا دیگه کام میگیرم نیشن یه بر دیگه اسپانسراشون اشتباه رفتن یه بر دیگه بیا ببینیم بر داداشتون چه ردی میده اگه نگیریم رو هم بازیمون جرسنی میشه کشوری توی تنگه تنها چیزی که روشنم بابا بانه بانه بابا برم کن دهن تو چی اوجی ها فهمیدن این چیز دیگه ترک 50 سنت ببین چطوری اومد دیگه بیا ببینیم بعد داداشتون چه ردی میده اگه نگیریم رو هم بازیمون جرسنی میشه کشوری توی تنگه تنها چیزی که روشنم کنه بانگه همه چیز دیگه همه هنگه فقط کوله رو خاموش کن بده پانکه اوه آجی بی چقدر سمه میگه فقط کوله رو خاموش کن بده پانکا دیگه همه هنگه چه اکسنتی آورده آجی اومده یه رفرنس از ترک آورده بعد اومده یه لیریک آورده که به اون رفرنس بخوره بعد اومده یه اکسنت خارمادر سم هم آورده ببین دیمیته اگه نگیریم رو هم بازیمون جرسنی میشه کشوری توی تنگه تنها چیزی که روشنم کنه بانگه همه چیز دیگه همه هنگه فقط کوله رو خاموش کن بده پانکه اه. این بازی فانه واسه ما قربانی میکنیم کارو واسه کار کشو توی آسمون و پاها روی گاز کپا روی سر کتونی آدیداس اومدیم با میکروفون برای چی خیلی خفن بود بچه ها این ترک من پشمام ریخت دوست داشتم دو تا ورسی هم هر کدوم داشتم خودتو با اونی که سگشی نمیتونی مهار کنی آواتارو دادا جمع چاقی یا جمع تو تیوی مگزین بس اگه کس بگی پیگیر خرشی به با اما نخوری نیش پرشی مثل تخ بمبالش زیر سرشی بگو اینا سمترن هستی و دبو چیز فقط تو چشم بیاجی همه چیه این پروژه خوب بود موزیک ویدیو خفن لیریک خفن نمیدونم فلو بازی در حد تیم ملی یه چی اونورتر پشمام فقط همین حرف دیگه ای ندارم چقدر این ترک خفن بود میگم من این استایل پیشرو رو کلا خیلی دوست دارم استایل قدیمی نمیدونم هیپ هاپیش به نظر من حداقل واسه من مخاطب از بقیه استایلش خفن تره من میدونم که توی ریل دو هم که داره به زودی میاد نمیدونم که قراره بیاد همین استایل قراره داشته باشه و
میگم یه سری شایعات هست که تو اون آلبوم قراره هیچ کس باشه، یه سری میگن که قراره یه سینگل با هیچ کس بده، نمیدونم. از اون طرف میگم کلی اتفاقای خفن هست که قراره که توی رپ فارسی اتفاق بیفته و ما همینجا هستیم و پوششش میدیم. حتما بچه ها سابسکرایب یادتون نره تا ویدئوی بعدی. زن زندگی آزادی.